شهلا فرید، استاد دانشگاه کابل، برای بحث بیشتر در اینجا در استودیو با ما است. در همین رابطه بیشتر صحبت میکنیم. سلام به شما خانم فرید، خیلی خوش آمدید به برنامه. اصلا در نخست میخوایم یک تحلیل از وضعیت زنان که در بخش قضا و سازمانی کار میکنن داشته باشیم که در کدام سطح هست، اصلا چقدر مورد توجه بوده با توجه به شعار حمایت از زنان در این 16 سال، چقدر فرصت دادن برای زنان در این محور کار کنند و بیاین حضور داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یک دستاورده نسبی در رابطه وجود داره، ولی هر قدر پوست ها مسلکی تر شده میره، اما قدر سهم زنها کمتر میشه. و تعهدی که دولت حکومت وحدت ملی افغانستان و همچنان پلان عمل ملی زنان افغانستان داره که تا سال 2020 حداقل 50% کارمندای سایر نهادهای دولتی و خصوصا از نهادهای عدلی و قضایی هم زنا باشه. من فکر میکنم به هدف فیصدی که تعیین شده از او هدف ما بسیار فاصله داریم، ولی توجهی که در اواخر صورت گرفته سهم زنا بیشتر تر شده، ولی هنوزم به پلیسی و برنامه های بسیار مشخص ضرورت داره، زنا خصوصا زنای سارنوال و قاضی که سهم از اینا بیشتر تر شود. تا فعلا هم عملا زمانی که اینا تقرر حاصل میکنن دفتن در پوستایی که قرار میگیرن نقششون بسیار سمبولیک میشه تا اینکه یک نقش بسیار برجسته داشته باشه. دو تا عامل بسیار بزرگ در این رابطه وجود داره که هنوز نقش زنا در نهادهای عدلی و قضایی فیصدی بیشترش سمبولیک است. من همین کلش ولی فیصدی بیشترش سمبولیک است. این دو عامل، یکی خود کاملا محیط با مدیریت مردانه در نهادهای عدلی و قضایی سبب از این گپ شده، و حرف دیگه‌ای است که در نهادهای عدلی و قضایی بیشتر امنیت اجتماعی برای کارمنداش ضرورت است. این امنیت در رابطه با کارمندای دستگاه عدلی و قضایی بسیار وسط پایین قرار داره، خصوصا سارنوالای زن. در رابطه با نهادهایی که کار میکنن نبود امنیت اجتماعی سبب شده که اینا حاضر به کار در نهادهای سارنوالی نباشه. همونطور که لوی سارنوال افغانستان گفتن، در اواخر توجه اشد در این رابطه صورت گرفته که یک تعداد از زنها روی آوردن به طرف سارنوالی، ولی هنوزم این تعداد بسیار اندک است. و همچنین برخوردهای مدیریتی مردانه به نسبت استخدام زنان در نهادهای عدلی و قضایی هم یک عامل بسیار عمده در سهم از اینا در نهادهای عدلی و قضایی. مسائل فرهنگی و اجتماعی چقدر تاثیرگذار بودن روی این موارد؟ مثلا مشخص می‌سازند برای زنان کار در افغانستان هم. مثلا بیشتر برای آموزش، آموزگاری تشویق میشن، اما فراتر از اون معمول نبوده در گذشته خیلی از مردم به این باور باشن که در قضا، در سارنوالی، در اداره های دیگر دولتی کار بکنن. اصلا چقدر بافت خورده این مسائل اجتماعی فرهنگی و تاثیرگذار بودن بر این مسائل؟ ببینید، دیدگاه کلیشه‌ای در رابطه با کار زنان در افغانستان وجود داره، با وجود کارهای زیاد در این رابطه صورت گرفته. هنوز ما دیدگاه های کلیشه‌ای به نسبت کار زنان افغانستان نتونستیم حداقل کاهش بدیم. این دیدگاه بسیار دیدگاهی وسیع است، کار زمانگیر ضرورت داره، ولی من هم زمانی که مدیریت توجه کنه بر استخدام زنان در نهادهای مختلف، آیسته آیسته همین فرهنگ هم میتونه کاهش پیدا کنه. بعض وقت در تغییر جامعه ما ضرورت داریم که حکام سیاسی حمایت کنه جامعه، تغییر جامعه را، و همچنان مدیرای نهادهای مختلف حمایت کنه. زمانی که در رهبری لوی سارنوالی افغانستان تغییر به وجود آمد، این خود تاثیر خود بر استخدام زنان به سارنوالا داشتن. ولی ما زنان پیشنهادی که ما در رابطه با افزایش زنای مسلکی در نهادهای عدلی و قضایی داریم چی هستن؟ من فکر میکنم بیشتر بر مسلکی بودن زنان توجه صورت بگیره، بیشتر روابط بر تقرر زنان در نهادهای سارنوالی و در مجموع نهادهای عدلی و قضایی نباید داشته باشن. تا فعلا ببینین معینیت وزارت عدلی افغانستان معینیت مسلکیش هنوز نداره، معین مسلکی را خاص زنایی بود از رئیس جمهور افغانستان که یک زن در معینیت مسلکی وزارت عدلی یک زن تعیین شود، یک زن مسلکی. ولی متاسفانه چون دیدگاه موافق نیست و دیدگاه اونمو دیدگاه کلیشه‌ای در رابطه با استخدام زنا هست، اینجا همین پست خالی مانده. و همچنان شما ما تجربه کردیم که وقتی یک زن به شورای عالی قضا معرفی کردن و زن مسلکی بود، 28 سال از قضاوتش در ارگانهای قضایی میگذشت، ولی متاسفانه پارلمان افغانستان و لیسی جرگه افغانستان به او رأی تایید نداد. اینا کلش ما با شما موافق هستم که هنوز دیدگاه های کلیشه‌ای در رابطه با کار زنان موجود است. و همچنان امیال روی سارنوالی افغانستان یک بخش معینیت خود به نام معینیت خشونت و من خشونت و حقوق بشر داره که در اونجا باید یک زن به حیث مرستیال لوی سارنوالی باشه، اما روند تعقیب کردن اینا، ولی متاسفانه در تقرر یک زن در اینجا تعلل صورت میگیره. اینا کلش دیده میشه که هنوز دیدگاه های مردانه در مدیریت وقت موجود است. این دیدگاه ها از لحاظ کار دیدگاه کلیشه ای بر زنان تاثیرات منفی خود بر افزایش زنان در نهادهای عدلی و قضایی داره.
خب حالا اگر قرار باشه همین مورد شکستانده شود، این تابو و همین مورد کلیشه‌ای که شما میگین برداشته شود، فرصت‌های بیشتر بر زنان و خانم‌ها داده شود که بیان وارد این صحنه شوند، چقدر کمک میکنه مسائل اداری را در بحث فساد، در بحث تطبیق قانون اینها چقدر موثر میتونه تمام بشه؟ ببین یقینا وقت تغییر به وجود میاد از لحاظ فرهنگی کار بیشتر ضرورت است. وقت تغییر به وجود میاد بسیار مسائل است در ارتباط به فساد که از لحاظ روانی که کیها بیشتر فساد مرتکب میشن، در مجموع در افغانستان و در سایر کشورهای جهان که تجربه شده، زنایی که در رأس مدیریت ها قرار گرفتن کمتر آغشته به فساد بودن. دو عامل بسیار قوی در رابطه با عدم سهم زنان در فساد در نهادها وجود داره که تقریبا در جهان دیدگاه یک دیدگاه موازی یا یک دیدگاه مشابه هست که کمتر زنها به طرف فساد میرن. دو دلیل روانی وجود داره. اول بار تکالیف مادی خانواده و مسائل مادی خانواده کمتر به دوش زنها است، لذا کمتر به فساد و رشوت و مسائل روی میرن. از سوی دیگه خود فشارهای اجتماعی که موجود است، ترس از مسائل چنینی که جزا داره و شناخت خود قانون که زنها بیشترتر قانونمند هستند، این مسائل کنش تاثیر خود داشته که زنها به طرف فساد نرفته. ما به این فکر هستم وقت تغییر در مدیریت ها میه و تغییر جنسیتی میباشه، خام خواه تاثیرات مثبت خود وارد میکنه بر تغییر در نظام. من فکر میکنم که بیشتر اگر توجه شود بر مسلکی شدن زنها و بیشتر به خاطر که دفاع شود از حقوق صنفی زنها، بسیار ضرورت است که یک انجمن، همونطور که انجمن قضات زن افغانستان وجود داره، اگر یک انجمن سالانوالای زن در افغانستان وجود داشته باشه، دو منفعت بزرگ میرسانه. اول زنایی که در نهادها کار میکنن بیشتر حقوقشان حمایت حاصل میکنه و ثانیا برای ظرفیت سازی از زنها از طریق زمین انجمن ها بیشتر میشه کار شود. ما زنای افغانستان چون تجربه کمتر کار مسلکی را در نهادهای عدلی و قضایی دارن، لذا هر زمانی که اینا استخدام میشن بیشتر بر ظرفیت سازی ضرورت دارن که ظرفیت سازی شون و بتونن در واقعیتش کار کنن، به هدف واقعی برسونن نهادها را و زمینه های استفاده های افزاری و استفاده های شکلی کمتر شون. رئیس جمهور غنی همواره در بحث زنان جدی بوده، تعهدات بسیار بلند داشت و خانم غنی هم، رولا غنی هم برنامه های بر زنان دارن، وزارت زنان هم در هر زمان برنامه های بر زنان دارن. اینا چقدر کمک کرده برای و زمینه سازی کرده برای حضور بیشتر زنان؟ واقعا من مورا انتقاد همیست که سمبولیک بودن برنامه، نمادین بودن، اما بحث نمادینش چیست و بحث واقعیش چیست؟ ببینید، نمیتونیم بگیم کاملا این برنامه بی تاثیر بوده برای زن افغانستان. حداقل خود زن افغانستان هم متوجه وضعیتشان ساخته، ولی متاسفانه تا فعلا هم تمام همکاری هایی که با زنهای افغانستان صورت میگیره به صورت پروژه ها است. تا زمانی که پروژه ها تبدیل نشه به پالیسی ها و استراتژی ها، هرگز ما نمیتونیم موثریت 100% ازیره در روند تغییر کار زنا یا در روند ظرفیت سازی زنا دیده بتونیم. ولی برنامه ها برنامه های حمایوی بوده، تاثیرات خود داشته، با وجود تاثیرات بسیار محدود بوده، ولی آل وزارت زنای افغانستان، دفتر بانوی اول و در کل خود ریاست جمهوری افغانستان به این توجه میکنن که بیشتر کار بر زنا از مراکز شهرها ببرن به طرف اطراف زنا، به اطراف، و بیشتر بر سواد زنا، بیشتر بر مسلکی شدن زنا و بیشتر بر تحصیل زنا توجه صورت بگیره، که برنامه هایی که در اواخر صورت میگیره، من فکر میکنم تاثیرات از این بیشترتر خواهد بود از او پروژه هایی که قبلا در افغانستان تطبیق شده. خامخواه ما مشکلات امنیتی مسائل داریم در افغانستان، اینا به تاثیر بالای ماموریت زنان در رابطه با مسائل مسلکیشان به تاثیر نبوده، تاثیرات منفی خود داره. ما امیدوار هستم که این پالیسی ها، این پروژه ها و پالیسی ها تبدیل شود و پالیسی های موثر در رابطه با زنان در افغانستان وجود داشته باشه تا زنان از مستفید شود، و خصوصا در رابطه با استخدام زنان. بیشتر خواست ما زنان افغانستان، خصوصا از رئیس جمهور افغانستان، این است که بگذارن روابط، زبان، ملیت و خواسته های دیگه که وجود داره کمتر تاثیرش باید بالای زنا باشه، بیشتر توجه کنن برای زنایی که مسلکی هستن، برای زنایی که کارفهم هستن، که اینا از این پروسه استخدام و از پروسه خدمت به جامعه دور نمانه که تاثیر منفی را برای زنای جوانه که جدیدن کار بر اجتماع شروع کرده تاثیر منفی بالای زنا وارد نکنه. سپاسگزار از حضور شما. شهلا فرید، عضو شبکه رهبری زنان افغان و استاد دانشگاه.